مدرسه سنجاب ها. بنر خونش رو به جنگل گردو برده و هر روز حسابی مشغول بازی کردنه. اما دشمنای زیادی تو جنگل هستن که سنجاب ها رو میخورن، برای همین اون باید خیلی مواظب باشه. چیکار کنم؟ خیلی براشون نگرانم. اونا بچهای پردل و جرأتیه. شما نباید شیرشون کنی. اونا اگه به یه گرگ روبا بر بخورن اصلا نمیدونن چیکار کنن. واسه همین براشون ناراحتم. اگه حرف به گوششون برسه بدتر میکنه. پدر بزرگ، شما که اینقدر باهوشین باید کارهای اونا رو بهشون گوشزد کنین. خیلی خوب فهمیدم چیکار کنم. گوش کنین، چطوره برای آموزش بچه‌ها مدرسه درست کنین؟ آره، یه مدرسه برای سنجاب ها. اونجا بهشون یاد میدین که یه سنجاب چطور باید تو جنگل زندگی کنه که دچار خطرات احتمالی نشه. اوه، دیت خیلی خوبیه. منم حاضرم بهتون کمک کنم. عالیه، منم حاضرم رئیس مدرسه بشم. شما فکر میکنی اونا حسابی درس یاد بگیرن؟ آره، مجبورشون میکنیم. خیلی خب، من حالا میرم موضوع رو بهشون بگم. چی؟ مدرسه؟ آره، و در ضمن قراره من رئیس مدرسه بشم. مدرسه؟ الان آمدم افتاد، من این دفعه مدرسه رو دیدم. تو مدرسه چی کو بید بکنیم؟ تو مدرسه درس میخونیم، گردش دست جمعی میریم، ورزش میکنیم. آه، خیلی جالبه. من اینجور چیزا رو خیلی دوست دارم. خواهش میکنم تو تر مدرسه رو شروع کنیم. اما شما باید حسابی درس بخونین و یه شاگرد ممتاز بشین. باشه، من حتما یه شاگرد ممتاز میشم. مدرسه؟ من دلم میخواد حسابی درس بخونم. کاشکی زودتر شروع بشه. من خیلی دوست دارم. خب، مدرسه سنجابا باید خیلی جالب باشه. تو هم باید حسابی درس بخونی تا بتونی تو امتحانا قبول بشی. چی میگی؟ من که شاگرد نیستم، من رئیس اونجا. حتما عقلتو از دست دادی. چی میگی؟ از حالا ادعا میکنی که رئیس اونجایی. بی خود این قیافه ها رو واسه من نگیر. تو حتی نمیتونی یه معلم ساده بشی. ولی من چون از بنر بزرگترم پس باید رئیس. این حرفا چیه؟ تو خودت باید بشینی سر کلاس درس بخونی. راجورم، تو داری راجع به من اشتباه میکنی. من همه چیو بلدم، لازم نیست درس بخونم. داری اینو جدی میگی؟ خیلی خوب، اگه قبول نداری یه سوال بکن، هر چی که دلت میخواد بپرس. خب، یه سوال ریاضی ازت میکنم. بگو ببینم، ما 10 تا گردو داریم، اینا رو چجوری بین من و خودت تقسیم میکنی؟ ها، این که سوال خیلی آسونیه، کاری نداره. 9 تا من برمیدارم، یکم تو. چی میگی؟ میخوایم به طور مساوی تقسیم بشه. اگه بخوای مساوی هم تقسیم بشه، من باید بیشتر بردارم. ببین راستی این کارو میکنیم. 1, 2, 6, 4, 7. خیلی خب، بس دیگه. خواهش میکنم، ریاضی که مسخره نیست. هر چی که باشه، من باید 9 تا بردارم، تو هم یکی. حالا فهمیدم چقدر بلدی. خیلی خوب شاگردان عزیز، حالا مدرسه سنجاب ها شروع میشه. ممکن ازتون بپرسم با چه درسی شروع بکنیم؟ آقا ما بگیم. بگو بنه. آقا بهتره با نهار شروع بکنیم. چی گفتی؟ نهار؟ میشه پاسم امروز نهار چی داریم؟ ساکت باشیم، بعد از درس نوبت نهاره. خیلی خوب، حالا امروز یاد میگیریم که وقتی تو جنگل با دشمن روبرو شدیم چه جوری فرار کنیم و از کدوم طرف باید بریم. اگر جوابشو میدونین دستتون رو بلند کنین. هر کی بلده دستشو بلند کنه. بنی، چه میدونی؟ آره میدونم، این که کاری نداره. تو جواب بده دیگه. تو هم میتونی جواب بدی. نه، من نمیدونم. پس منم نمیدونم. آقا معلم اجازه است من بگم؟ ولی تو که شاگرد نیستی، تو نباید جواب بدی. یادم نبود. هی بنر، کلی، شما میتونین جواب بدین یا نه؟ اینجا که میدونه ورزش ایستاد میزنی. نمیدونم بنر و کلی جوابشو میدونن یا نه. البته که کلی میدونه، کلی من یه شاگرد ممتازه. بنرم جوابشو میدونه، من مطمئنم. کلی، زود باش بیا اینجا، من جوابشو بهت بگم. نه، نباید تقلب کنین. شما باید ساکت باشین، فهمیدین؟ بنر و کلی، زود باشین جواب بدین. ما هیچ کدوم سمجاوشو نمیدونیم.
شما دوتا بچه‌های راستگویی هستین. خیلی خوب، حالا من خودم یادتون میدم. اگر شما خلاف باد حرکت کنین بدون هیچ تردیدی مطمئن باشین که دشمن بو میکشه و پیداتون میکنه. پس باید موافق باد حرکت کنین تا از شر دشمن خلاص بشین. امیدوارم حالا دیگه فهمیده باشین. همگی فهمیدین؟ گفتین موافق باد؟ بله درسته، یعنی به اون طرفی که باد میوزه. ولی ما که نمیتونیم باد رو ببینیم. یعنی ما که نمیتونیم باد از کدوم طرف میره، مگه نه کلی؟ آره درسته، ما نمیبینیم. خب به برگ‌ها که نگاه کنیم متوجه میشین. خب اگه برگی نبود اون وقت چی؟ علف‌ها رو نگاه کنیم. خیلی خب، اگه علفم نبود چی؟ خیلی خب، کافیه دیگه، این منم که سوال میکنم. بالاخره ما نتونستیم بفهمیم. خب شاگردان عزیز، اگه هیچ جوری نتونستیم بفهمیم باد از کدوم طرف میوزه، اون طرفی که بوی دشمن به دماغتون میخوره برای شما بهترین راهنماست. بینی جلوتر از چشمه و شما باید به بینیتون اطمینان بکنین و بعدش چی مزیدی خسته کننده ایه، نه گردشی، نه مسابقه ای، نه هیچی که نداره. آره منم خسته شدم. ساکت باشین، اینقدر تو کلاس سر و صدا راه نندازین. خیلی خوب شاگردان عزیز، حالا این موضوع رو رها میکنیم و راجع به جاپاها با شما حرف میزنیم. جاپاها به دشمن نشون میده ما کجاییم، پس بهتره جاپایی از خودمون باقی نذاریم. ولی نمیتونیم این کارو بکنیم، اینو باید خوب یادتون باشه. یعنی که نباید بذارین از جاپاهاتون پیدا بکنن که شما کجا هستین. هنوز که پاییز نشده، من سر در نمیارم هنوز پاییز نشده، چرا برگ‌ها داره میریزه؟ ای چی کار دارین میکنین؟ اگه بچهای بدی باشین تو زندگی نمیتونین سنجابای خوبی باشین. گوش میدین میفهمی من چی دارم میگم؟ بنابراین حواستون خوب جمع باشه و هیچ وقت وای چه مدرسه بدی، حوصله‌ام دیگه سر. خیلی خوب، حالا تمرین عملی داریم. شاگردان عزیز، در بین شما کسی هست که بتونه بگه تو صحرا چجوری باید راه رفت؟ ما بگیم آقا. بنر بگو. در موقع راه رفتن عقب گردو هم میگردی. نه نه، اگه یه روباه نزدیکتون باشه پیش از اینکه شما گردو رو بخورین اون روباه شما رو میخوره. حالا فهمیدین بچه ها؟ پس اول اگه جای بلند میریم بالا اطراف خوب نگاه میکنین تا خطری در کمین نباشه. خب بعدش چی؟ خب اگه یکی رو دیدین که شک کردین دومتون رو تکون بدین. اگه طرف یه سنجاب خاکستری باشه اونم حتما دومش رو تکون میده. فهمیدم. اگه طرف مربوطه دومش رو تکون نداد شما فورا میفهمین که طرف یه دشمنه و میخواد شما رو بخوره و نباید بهش نزدیک بشین. در این موقع باید خودتون رو مخفی کنین و ساکت بمونین. فهمیدین؟ بله. حالا تمرین رو شروع بکنین. نمیدونم از عهده این کار برمیان یا نه. آره منم نگرانم. لادان تو رول روباه رو بازی کن. روباه؟ میری یه جای مخفی میشی و اینطوری اونا رو امتحان میکنی. چه ماموریت جالبی. باشه من رفتم. حالا بهتر شروع کنیم. آره بیاشی بلندی اشرف رو نگاه کنیم. من دام تا
تکون ندادم. شما نباید بیاین جلو. اما تو اینا دل خودمونی دشمن که نیستیم و میتونیم دیوونه. من لادل نیستم، یه روبا هم، فهمیدی؟ چه روبای عجیبی، چه روبایی. من دارم امتحانتون میکنم، من الان میخورم اتون. دیگه بس، این کارو نکنین، این یه امتحانه. دادر تو نباید انقدر جدی باشی. ده ببین چی کار میکنم. بیه دیگه بلند شی. شما گفتم هم دیگر رو نزنین. خیلی خوب، همینجا واسین رو گوش کنین. چون شما هیچ کدوم به حرف معلم گوش نکردین، به علت بی انضباطی در این دست تجدید میشین. صبح همگی بخیر. حالا آماده باشین که میخواییم درس رو شروع کنیم. شما ها نمیدونین که بنر و کلی کجا هستن؟ خیلی عجیبه، الان هر دوشون اینجا بودن، نمیدونم کجا رفتن. پس نتیجه میگیریم که اونا فرار کردن. کلی کنم خیلی عالی بود. ما معلم عصبانی میشه. ایبی نداره، ایبی نداره، دست کنم خیلی. بازی خیلی بهتر. خیلی خوب، پس شروع میکنیم. قایم موشک چطوره ها؟ سر از من آخر از تو بشت. خیلی خوب، من بردم. زنگار میشم، موافقی؟ قایم شدی بنه؟ سکو، من هنوز قایم نشدم. یالا زود باش. خیلی خوب، داییم سب کن الان. مسکی روباه واقعی بود. اگه اینطور باشه اونا به خطر افتادن، باید کمکشون کنیم. من اینجا، ما من اینجا، ما رو باید چی؟ پس چرا خوب
معلم خلاف بادره. عجیبه، مثل این که یاد نگرفته حتما تو درد سر میافته. حالا موافقی بریم کمکش کنیم؟ من حرفی ندارم، ولی یه روباه اونجاست. من یادی نیست آقا معلم گفت به روباه نزدیک نشیم. ما نباید بریم. حق با توی ما نباید. تو دنبال من بیا، بزن من نجات پیدا کنم. بیا من دنبال کنم. کارم خیلی خوب بود. حالا چی کار کنم؟ حالا درختی هم نیست که بپرم روش، تو درد سر افتادم. حالا تنهایی چی کار کنم؟ کاش یه نفر تو این موقعیت میمد به کمک من. چی؟ پدر بزرگم وحشتناک، راهی هست کمکش کنی؟ اما یه روباه نزدیکشه. یادتون نیست آقای معلم خودش گفت نزدیک روباه نریم ها؟ دیوونه، اینجا فرق میکنه. حالا فهمیدی؟ آره فهمیدم. میدونی چیه؟ چون روباه شما رو دنبال کرده، حالا آقای معلم گیر افتاده. همش تقصیر شماست. چیزایی رو که بهتون یاد دادن گوش نکردین. حالا دردسر درست شد. آره من قبول دارم، ولی خودم هم میرم کمکش میکنم. چجوری میخوای کمکش کنی؟ خوبه. یعنی چقدر میخواد اینجا بمونه؟ حالا چی کار کنم؟ اگه عجله نکنیم رو به آقا معلمو میخوریم. ولی هنوز یاد نگرفتیم اینجور وقته چی کار بکنیم. به همین دلیل ممکنه خودمونم گیر بیفتیم. متاسفانه به نظر من هیچ راهی نیست که کمکش بکنیم. چی اون فکر خوبی به نظرم رسید؟ چه فکری بنه؟ سب کن. چی کار کنم؟ بالاخره این روباه منو میخوره. هی روباه بیا، بیا اینجا، بیا بیا اینجا، بودو بیا، بیا اینجا، من اینجا، بیا. فنر، این چه کاریه که میکنی؟ دست از این بچه بازی ها بردار. گلت از سرش با اون گرمه فرار کن. ولی من نگران فنرم. فنر چیزیش نمیشه، خودش تو بوتهای گلسا قایم میکنم. یادت باشه من سر کلاس چندین بار گفتم نزدیک روباه نشین، ولی تو اصلا حالیت نمیشه. بنابراین تو تجدیدی هستی. اگه من این کار نمیکردم شما نجات پیدا نمیکردین. اون من به هیچ وجه نمیخوام تو برای نجات من اینجور خودتو به خطر بندازی. فهمیدی؟ در واقع ترجیح میدم خورده بشم تو به خطر نیفتی. امیدوارم همگی شما متوجه منظور من شده باشید. اجازه میدین من حرف بزنم؟ میخوام بگم بنر همینطوری این کارو نکرد. یعنی اول فکرشو کرد و بعد انجام داد. اون چه فکری کرد؟ خب دیگه معلومه. فکر تو بوته‌های گل سرخ در امانه. بنر چیزی رو بلد بود که تو مدرسه خوب. یاد نگرفته بود. اون خیلی باهوشه، اینطور نیست؟ اون شاگرد خیلی خوبیه. کمتر شاگردی مثل بنر باهوش و با استعداده. اگه خوب دقت کنیم متوجه میشیم که در واقع معلم خیلی خوبی داره. فهمیدم، پس من تشدیدی نیستم. در
واقع من یه شاگرد ممتازم، درسته؟ شوخی دیگه کافیه بنر، تو هنوز یه تجدیدی هستی. با اینکه معلمونو سرزنش کرد، بازم بنر خوشحال بود، چون تونسته بود معلمو به سلامت نجات بده. اما بنر یاد خرگوشی افتاد که تو بوته‌های گل سرخ بود. اصلا اون خرگوش کی بود که به نجات بنر اومده بود؟